گروهی از دختران دوچرخ سوار هرات به هدف پشتیبانی از توافقنامه کشورهای منطقه جهت ایجاد راه حمل نقلی لاجورد که افغانستان را به آبهای آزاد وصل می کند مسابقات دوچرخ سواری را راه اندازی نمودند. این بانوان مسافت تخت سفر لا ریاست ترانسپورت زمینی هرات را با شور و شوق رکاب زدند. به این گزارش توجه کنید. پشتیبانی از برنامه‌های اقتصادی از روزنه ورزش. بیش از 15 دوچرخ سوار بانوی هراتی به حمایت از پروژه‌های اقتصادی کشور مسیر تخت سفر الی ریاست ترانسپورت این ولایت را رکاب زدند. هدف از این رقابت توجه دولت به رشد اقتصاد کشور عنوان شده است. اولا هدف ما اینه که تمام تیم دختران تلاش دارند که تا هرات و افغانستان را به یک نحوه و به یک ظاهر جدیدی به کشورهای جهان معرفی کنند و همچنان به خاطر حمایت از ریاست ترانسپورت و به خاطر یک استقبال گرمی داشته باشین به خاطر افتتاح راه لاجورد. از جانبی هم بانوان دوچرخه سوار از موجودیت عرفان انات ناپسند در هرات انتقاد میکنند. چون هنوز همو سنت های قدیمی که هست هنوز او به داخل جامعه رواج داره و میگن دختر نباید از خانه بیروشه، حتی نمیگذارن که او بره تحصیل بکنه. مثلا خود من کوشش کردم و تلاش کردم و گفتم من میتونم ورزش کنم و به مقابل فامیل خود نه که احساس شده باشم اونا به طوری رفتار کنم که راضی بشن، بعد اونا حال ما رو تشویق میکنن. ولی حال بر جانیان ما میخوایم ثابت کنیم که زنا هم میتونن، پا به پای برادرها خو را برن استادی کنن. با این حال چالش اکثر ورزشکاران هرات که نبود امکانات و بی توجه حکومت مرکزی به این طیف می باشد تا هنوز صدی است در برابر این ورزشکاران. اما باز هم کم و کاست های وجود داره، از جمله از اینکه ما کلاه کاسکت نداریم، کلاه هایی که برای بایسکلرانیه که باد شکنه، به خصوص برای جاده که ما بیرون میشیم، لباس صحیح نداریم، بازوبند و زانوبند نداریم که اینا برای ایمنی یک بایسکل سوار خیلی واجبه. با این همه آگاهان امور ورزشی معتقدند برنامه هایی از این دست صرفا جنبه تبلیغاتی برای بزرگنمایی دستاوردهای دولت است و نمیتواند گره کور چالش های بیشمار ورزشکاران این ولایت را باز کند.